خب من الان کارای صبحم و مورنینگ روتینم رو انجام دادم، الان میخوام صبحونه درست کنم برای خودم و کوروش. اصلا تا الان میدونین که من نزدیک 5 هفته سردردهای میگرنی خیلی شدید داشتم، بعد بلافاصله بعدش رفتیم مسافرت و من کووید گرفتم، بعد از منم بلافاصله کوروش کووید گرفت. بعد این 2 ماهی که شرایط اینجوری بود یه تلنگری بود بهمون، برای اینکه یه ذره لایف استایلمون رو درست تر کنیم، یه ذره بهتر غذا بخوریم، یه ذره به خودمون برسیم. برای همیشه باورتون نشه بچه ها، ولی من شروع کردم به آشپزی کردم. اولاش افتضاح بودم، یعنی یه چند بار فکر کنم کوروش ازم استوری گرفته بود که تخم مرغ وقتی که میشکوندم به جای اینکه بریزم توی قابلمه میریختم اینجاهای گاز. بعدش که کامل یاد گرفتم که تخم مرغ بریزم توی قابلمه، یاد گرفتم که برای کوروش سوپ درست کنم وقتی که حالش بد بود، بعد یهو یاد گرفتم که زرش پلو، آلوار پلو، هویج پلو، شیرین پلو و لوبیا پلو درست کنم. خلاصه که سنگین شروع کردم آشپزی کردن. یه چند هفته است که خیلی زیاد دارم تمرین میکنم، تقریبا بیشترین کاری که انجام میدم این چند روزه آشپزیه. همین امروز توی این ولاگ What I Eat in a Day میخواستم بهتون نشون بدم که من کورو در طول روز چه غذایی درست میکنیم، صبحونه و شام و ناهار چی میخوریم، همه رو میخوام بهتون نشون بدم. من اولی که از خواب پا میشم، یه ساعت بعد از اینکه از خواب بیدار شدم، کلن میل به هیچی ندارم، فقط یه لیوان کوچولو قهوه میخورم که شنیدم زیاد چیز خوبی نیست. من فقط از روی عادت این کارو چندین ساله که میکنم برای صبحونه، ولی اکثر روزا، یعنی مثلا 5 روز هفته تقریبا ما اوت میل میخوریم. اوتم هم داره تموم میشه. اوت چیه؟ بلغور جو. بلغور بلغور جو. من اینجا براتون میذارم. اصلا اینو دوست نداشتم. نه کوروش اصلا اوتمیل نمیخورد. من برای کوروش همه چیزایی که تو اوتمیلم میریزم و میذاشتم با نون براش میذاشتم، ولی یه مدته که میخوره واسه همین من دیگه یه جور صابون فقط درست میکنم صبح. یه کوچولو آب جوش میریزم، بعد این جو رو بهش اضافه میکنم، بعد زیرش رو روشن میکنم، رو شعله خیلی کم میذارم چون که آب از قبل جوش اومده، یعنی این توی آب جوش یه ذره باید بمونه. یک کوچولو نمک، یعنی یک ریزه نمک فقط توش میزنم، ولی چون که اینو با پینات باتر و میوه و اینجور چیزا میخورم خودش مزه‌دار میشه، زیاد نمک نمیخوام. کره بادام زمینی. یه ذره قیافش فقط شبیه این غذایی که تو زندانای روسیه هست، بازی ها دیدی فیلم گولاگ و اینا، کال آف دیوتی. این پر خاصیت این غذا. خیلی بدمزه است بچه‌ها. اینو فقط بهتون بگم. پرنده ایم قیافاشون با بقیهشون، اینا سیگال هن ها، اینا خیلی جوجوی عوضی هن. نه اینا بچه یه بار من آقا دعوا دارن میکنن. یه بار من داشتم پیتزا میخوردم، یکی از این سیگال ها چی هن؟ مرغ دریایی. مرغ دریایی مثل جاناتان مرغ دریایی. چی؟ جاناتان مرغ دریایی کتابه نخوندم. اومد پیتزامو از دستم گرفت، اینجا هم زخم کرد. مثلا الان داره بهت میخنده. دلم هم شیکوند یه جورایی. چه یادشونه؟ اینا حافظه‌شون خیلی خوبه. میگه ها ها اسکول است. عکس دارم میذارم. خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکردم گرمه. من با جین اومدم بیرون. آقا امروز زده بود بارون. من عادیان تو زمستون شبارک پامه، اینجا جین پامه.
به بچه من خیلی سوپرمارکتی رو دوست دارم، خیلی زیاد. گرمه آقا، من چرا قمقمه نیاوردم با خودم؟ سردمه ممه، قمقمه خوشی ممه. من چند وقت پیش عزمم رو جزم کردم که توی یه مسابقه برای نویسندگی شرکت کنم. اصلا خود مسابقه‌ش و مثلا برنده شدنش و اینا برای من ذره مهم نبود، فقط دلم می‌خواست که مثلا یه کار کامل داشته باشم که بتونم توی اون مسابقه شرکت بدم. هیچ اصلا تا حالا ندیدتش، رومم نمیشه به کسی بگم که بخونتش و کامنت بذاره برام، ولی کلا خودم از پلاتش مثلا خوشم اومد. بعد بقیه چپترش رو خودم شروع کردم نوشتن. الان دارم همه سعیم میکنم، یه سری لکچرهای دانشگاه رو دارم میبینم، دارم کتاب میخونم و اینا که توی نویسندگی تا جایی که میتونم بهتر و بهتر شدم که بتونم این کار رو انجام بدم. بچه من خودم روی توییتر نیستم، یعنی روی توییتر هیچ فعالیتی ندارم، ولی کوروش که توییتر داره، چند روز پیش توییت یکی از بچه ها رو به اسم مهزاد که رندوم تگش کرده بود نشونم داد چند وقت پیش که نوشته بودن. یادم میاد توی یکی از ویدیوهاش رندوم یکی رو از بین فالووراش انتخاب کرد و چهرهش رو انیمیشن طور براش طراحی کرد. با توجه به اینکه من عاشق میا و طراحی کاراکتر هستم، فکر کنم بتونین حدس بزنین چقدر حسودی کردم و چقدر منتظر بودم برای منم بکشه. واسه همین میخوام الان چهره مهزادو که سویفتی هم هست زنگاده براش نقاشی کنم که هم برای خودم تمرین شه، دست خودم گرم شه، هم اگه مهزاد ویدیو رو دید خوشحال شه و بدونه که خیلی خیلی دوستش دارم. من الان تقریبا یه ساعت دارم روی این کار میکنم، ولی باید برم ناهار رو درست کنم. اینو کاملش که کردم برای خود مهزاد میفرستم، حتما هم استوریش میکنم توی کانالم که ببینین. و شب چهارشنبه سوری است. من امشب چهارشنبه سوری که از حاضر بودم خوش دفتر خودت برام بزن که بچه ها لایک کردن کموتور تو من کمودم نشون میدم الان نه دفتر شد بده یک شده من یک شده بده من نه. اصلا امکان نداره نه. راه نداره نه مال کوچولوی من اصلا بچه ها میخوام بدونم اینشون چیه راجع سلام بچه ها من از طرف شما هم که حقتون رو بگیرم بچه ها حقی که مال شماست بذار یکی روش بابا بخونم بخونم چرا دفتر روش نوشته دفتر خاطرات این یکی روش انگلیسی نوشته When I am together with you I watch that life is very beauty and hear that all sound is very interesting داری بری بین روش پر خدا یکی خفنه مولانه خیلی قشنگه پس میشه اول با این شروع کنیم این هیچی توش نداره من هیچی توش ندارم این هیچی توش نداره خاطرات کیمیا روانگر با تویتی برد اینجا چند سالت بوده میشه بدونم اینجا و ببینی تاریخشو خاطرات دوستانم در کلاس چهارم خب سلام کیمبی حالت چطوره کیمبی چیه کیمبی از اون موقع دوست داشتم کیمیا صدا کیمیا جان امیدوارم همیشه پیروز باشی و همیشه آخه همین چنین همینطور خرخون باشی؟ راستی دیدی که خیلی من از بلو بدم میاد؟ وای بچه من عاشق گروه بلو بودم و هی تو مدرسه فکر کنم اینو میرفتم به همه میگفتم خب نفر بعدی نوشه سلام به گرمی آب گرم کنه بوتان یعنی چی؟ یه تبلیغ بود اون موقع سلامی به گرم کن سلام خرخون کلاس همه بهت میگن خرخون کیمی تو بهترین بغل دستی بودی چون حتما نمرات خوب میشه از روز تقلا میکرد نه هیچوقت بغل دستش نشسته بود کیمیا خیلی خیلی روانی هستی اما حالی این شد اینا دوستاتن واقعا یا اینا دشمناتن چی؟ کیمیا این شد
شعر زیبا رو برات خوندم. کیمیا تو خرخونه کلاسی؟ وای که خیلی لوسی. آقا بفهم شعر خیلی رو بخونم. دوستات متنفر بودن ازت. چه بچگی بدی داشتی بابا. همش داشتن شوخی میکردن بچه ها. خیلی دوستام داشتن ولی. آره داشتن شوخی میکردن حتما. باش کیمیا اگر کار بدی کرد من رو ببخش به خوبی خودت. ای خرس تو همین جمله بدی کرده. چرا به تو میگفت خرس؟ خرس های ممیز گاو میش به من میگفت. گاو میشه خرخون. بعد عکس یه ویدیو اینجا کشیده که داره میگه بکنم رو دوستیتون. نفر بعدی. این دشمن این از من متنفر. یعنی بقیه رفیق نتونم رو که بتونم خرس و قاتل و دوست. یکی از اون قبلی هم که خوندی یه بار توی نهارخوری شلوارم کشید پایین جلو همه بعد ولی سینی نهار دستم بود. نمیتونستی دوباره بکشید. آره نمیتونستم. این داستان زیاد تاثیر فکرم خیلی رو تاثیر گذاشت تو زندگی. چیگه زیادی رو گفتی. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشی. این که خوبه. انتماد رو خوب بدهی و الهی تب کنی و بمیری. بابا شوخی میکردن همشون. همشون میگن شوخی کردم. نه؟ نفر بعدی. خب حالا که خاطرت هم خوندی. اون خاطرت تو نبود. اون خاطرت دوستای بد جنست بود. میدونی ناهار چقدر طول میکشه درست کردن؟ یه دونه دیگر بخونی. یه دونه دیگر. کدومو بخونم؟ هر کدوم خودت بگی. خب این یکی برای سال 78 اینجا 7 سال. ببینید بچه‌ها. 7 سال. خب این همونی که اول برداشتم. امشب شب چهارشنبه سوری است. من اونقدر خوشحال بودم که از عصر حاضر بودم و بعد با برادرم پلی استیشن بازی کردم. اوه پلی استیشن بازی می‌کردی اون موقع؟ ولی صدای ترقه‌های بچه‌ها مرا آزار می‌داد. دیدی؟ من هم برای اینکه حوصله‌ام سر نرود کمی بازی کردم تا اینکه برادرم آمد خانه و بعد کمی پلی استیشن جیمز باند بازی کردیم. لوسی خوبی خاطر امسا به کلاس دوم رفت و همینطور خط بهتری به برادرم یاد دادم. تو به برادر بزرگترت هم خطاتی یاد میدادی؟ امروز همش تعریف از من بود. مشقم رو از همه زودتر تمام کرده بودم و بچه ها برایم دو شعر رو میخواندن. آفرین به این کیمیا. ماشالله صد آفرین و صد باریکلا. خب برای همین همه باید بد بودن دیگه. مشق رو زودتر حل میکردی؟ میرفتی اونجا و بعد معلم بودم درس رو چی کار کنم؟ وانمود کنم نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. خب بس همین که یه ذره بچه باید کی زودتر مشق رو برسن کنم؟ ببین من روابط اجتماعیم از بچگیم تا حالا صفر صفر. من فقط تابستونا درس ها رو میخوندم بعد میرفتم سر کلاس. من ولی به خدای خیلی بولی میشدم. تو رو دارم الان شوخی میکنم ولی منم خیلی بولی میشدم. من وقتی کوچیک بودم منو تو مدرسه خیلی اذیت میکردن، مسخره میکردن، مثلا سر حرف زدن یکی فارسی خوب بلد نبودم منو مسخره میکردن اینا. واقعا نکنی نمیدونی چه تاثیر بعدی میذاره. ناکن چه شکلی میشی تهش. امروز ما سفرمون از دریا کنار به چمخاله است. اوه 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 این چی شد؟ خیلی اتفاقاته. هیچ اتفاقی اون تو نمیفته. کوروش خیلی کوچولوی تو اینا. نمیشه مثلا 14 15 سالگی تو بهم نشون بدی؟ 16 سالگی 17 تینیج تر تا داشته باشیم. اونجا که بودم همه رو پاره می‌کردم می‌رفتم دور نگه نمی‌داشتم. بچه من احساس می‌کنم که میاد داره برای 16 17 سالگی شه ولی داره رو نمی‌کنه. تا پیداش می‌کنه. نه همیناست. آره باشه. آره تموم شد. می‌بینی برای ناهار میخوام خورشت آلو اسفناج درست کنم. هم خیلی خوشمزه است، هم خیلی خاصیت داره، هم فکر کنم ورژن ویژیتریانش هم میتونیم بدون گوشت. هم تا حالا درست نکردی؟ نه ولی همه دستور پختش رو کامل بلدم. بچه ما یه ذره بیشتر از حالت نورمال برنج دوست داریم واسه همین اما یا تو تو بیشتر از حد عادی برنج دوست داری. من نون دوست دارم. برنج دوست داری؟ نون بربری. به 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 عجب شامی شد. ناهار و شام ناهار با همه.
سخته چون که فیلم گرفتن همزمان با آشپزی سخته. ما کلان هم تقریبا یه صبحونه میخوریم یه نهار و شام ما معمولا آره شام مثلا شاید نون پنیری تازه اگه من خیلی وقت شام مثلا نمیخورم اکثر اوقات. مرسی مرسی خورشم بکش هم شاید بخ بخ. خب تست کن به بچه ها بگو که چجوریه. خداست خوبه؟ خیلی خوشمزه شده. دوست داری؟ زیاد. من خودم خیلی دوست دارم. موهامو از وقتی که چتری زدم، چتری خیلی دوست دارم، خیلی حال میکنم باهاش، ولی فقط یه روز، در بیشترین حالت دو روز میتونم نگرش دارم، بعدش چرب چرب میشه. ولی الان میخوام برم یه دوش بگیرم، موهو بشورم، کلنزر صورتم هم توی حموم میزنم، تو حموم صورتم هم میشورم. امروز از یه نظر خیلی روز بالی بود که من هیچی ادیت نداشتم، یعنی من معمولا یه کار ادیتی تو روز دارم که انجام بدم، ولی امروز هیچی ادیت نداشتم. این ویدیویی که امروز گرفتم و فردا باید بشینم ادیت کنم، واسه همین خیلی تونستم به کارهای دیگه برسم، به کارهایی که دوستشون دارم، نقاشی و آشپزی و اینجور چیزا. الانم فکر کنم بعد از اینکه دوش بگیرم بشینم اولین قسمت هاوس اف دراگون رو ببینم، چون فکر کنم تنها کسی ام که هنوز ندیده هاوس اف دراگون رو. ولی خیلی هفته پیش سرمون شلوغ بود، الان فکر کنم دو تا اپیزودش هم دارم که با هم میتونم ببینم. این فعلا برنامه امشبمه. موهامو الان اگه سشوار بکشم هیچ تأثیری نداره، چون کامل کامل خیسه هنوز، باید بذارم یه ذره با هوا خوش خودش همینجوری. ولی خیلی هم بدم میاد که موی خیسم میخوره به گردن و شونه هم و به لباس و اینا، برای همین این تیپیه که الان دارم، خجسته و با تراوت، شاداب و دلنگی، تناز و دلبر. میتونم بگم که کمتر کسایی توی زندگی من رو توی این حالت دیده. الان میخوام برم هاوس آف دراگون نگاه کنم. Thank you.